آغاز بازشماری آرای انتخابات پارلمانی حوزه کابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در باره بازشماری آرای کابل یک میکانیزم جدید را مورد نظر گرفته است و بر اساس این میکانیزم آرای حوزه کابل دوباره بازشماری میشوند. این در حال است که یک هفته پیش کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی انتخابات پارلمانی در ولایت کابل را به دلیل تقلب ها و جرایم انتخاباتی گسترده باطل اعلام کرد. اما کمیسیون انتخابات این تصمیم را سیاسی، احساساتی، عجولانه و بدون اسناد خواند. اکنون دیده شود که بازشماری آرای کابل می تواند قناعت کمیسیون شکایت های انتخاباتی و نامزدان مجلس نمایندگان را فراهم کند یا خیر که بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان محمد نعیم اصغری، مسئول برنامه های نهاد فیفا، و آقای عبدالناصر فراهی، نامزد مجلس نمایندگان از ولایت فرا. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زود خوش آمدین. آقای اصغری، بحث با شما آغاز میکنیم. گزارش ها از چگونگی آغاز دوباره بازشماری آرای شهر کابل چی است؟ بر بنیاد چی مکانیزم این آرا دوباره بازشمارش آغاز شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب فراهی صاحب و بیننده تلویزیون شما. البته بحث تصمیمی که مطابق ماده 94 کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر ابطال آرا، خب یک تصمیم قانونی بود. در وضعیتی که کمیسیون شکایت قرار گرفته بود باید این تصمیم را میگرفت، اما نظر به وضعیت موجوده کشور که انتخابات دوباره باز هم توسط همی نهاده که یک انتخابات به بحران برد، دوباره خودش یک چالش بود. به او خاطر کمیسیون شکایت انتخاباتی بالاخره تن بهی داد که تجدید نظر صرف در این مورد که یک بازنگری شود، اما تحت یک شرایط. مشخصا در مورد این شرایط چیز گفته شده؟ چون بالکل مسئولان کمیسیون انتخابات فقط همقدر گفتن که بر اساس یک طرح جدید و یک مکانیزم جدید، اما جزئیات این طرح چی است تا هنوز گفته نشد. خب البته در این رابطه یک جلسه شام شام جمعه تقریبا تا ساعت 9:10 شام کمیسیون شکایت انتخاباتی همراه احزاب سیاسی و جامعه مدنی داشتن که ما هم در وجود حضور داشتیم. سر دیدگاه ها بود که چی گونه میتونیم که اگر بازنگری شود کدام کارها باید انجام شود. بعد از او شام دوشنبه که فرداش سه شنبه بود یک جلسه در کمیسیون شکایت انتخاباتی بود که قرار بود کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت و نهادهای ناظر بشده در اونجا و سر میکانیزم صحبت بکنه. در اون جلسه از نهادهای ناظر تنها فیفا که من به نمایندگی از حضور داشتم و کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی حضور پیدا کرد، اما کمیشنرهای کمیسیون انتخابات متاسفانه در اون جلسه نامدن. یک تعداد از افراد که مسئول کابل، سرپرست بررسی کابل بود و یک سه چهار کاربند دایلونشایشان در اوجا حضور پیدا کردن و خب در از صورتش کمیسیون شکایت انتخاباتی باز هم گفت که اگرچه از لحاظ موقف نباید با افراد بشینیم که چون ما تصمیم گیری در سطح پلیسی است باید کمیشنر ها میمدن، اما دیده میشه که اونا هنوز هم اراده برازی ندارند که برای پاککاری آرا کار بکنن. خب در هر صورت تفاهم صورت گرفت، یک میکانیزم کار شده که دیروز سر یک میکانیزم و در اوج در اون مجلس هم تفاهم شد که میکانیزم قسم است که اول خود تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنی بر ابطال کابل پابرجاست، اما شرط مامی است که اگر اینمی میکانیزم درست جور شود و مو اسناد و مدارک کرد، یعنی مشخصا جزئیات میکانیزم را که کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که کمیسیون انتخابات اسناد و مدارک بر اساس این میکانیزم در اختیار کمیسیون قرار بده، بعد از او در قسمت بازنگریش توجه میشه. او اسناد از تماما محلات و مراکز و محلات ریزت شیتار که در روز انتخابات بوده در یک سیدی برای کمیسیون انتخاب شکایت باید بیه، فهرست رایدهنده که در روز رایدهی در هر محل وجود داشته، او فهرست همو اصلی، نه که فهرست دوباره جور شود، جورنال باید از آماده شود و همچنان یک کپی از دیتا یا معلومات بایومتریک که درست خانه باشه که او را با ریزلچیت مقایسه شود که واقعا چه قرارهای بایومتریک و داخل شد در سیستم یا مردم به اساس بایومتریک رای داده و به اساس از بود در ریزلچیت. یعنی پس بر اساس هنوز هم بحث ابطال آرای کابل منتفی نیست؟ بالکل منتفی نیست و او اسناد تا مو شام متاسفانه از اونمو
در حدود تن و 60 محل یا 60 مرکز اونا تانسته بوده دیزل چیزهایش آماده بسند. شما فکر کنید وقتی که انتخابات برگزار شد چرا یرقام در اختیار کمیسیون قرار گرفتن نمیتونه؟ خب با وجود که 24 ساعت وقت خواسته بود اما بعد از او در او شو گفتن دو سه روز دگم بر ما وقت باید بدین. تشکر آقای فرایی. بحث تقلب و بحث جرایم انتخاباتی آنچه که میار بود برای ابطال آرای کابل، این موارد پیش از این در مورد فرا هم گزارش های به نشر رسیده بود در رسانه ها. حالا اگر قرار شود که آرای هر ولایتی که در اونجا بحث تقلب و جرایم انتخاباتی وجود داره یک بار دیگه بازشماری شود و این میتونه نتیجه بخش باشه و مؤثر تمام شود؟ سلام خدمت شما و جناب آقای اصغری. در ولایت فرا تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم انتخابات در ولایت فرا جریان دارد. چه رقم جریان دارد؟ در ولایت فرا هر کس فقط میخواهد که خود را برنده بکنه و بیاید در مرکز و از فشارهای مختلف یا از طریق کمیسیون شکایات یا از یعنی هنوز اون اسناد و مدارک که مربوط به انتخابات پارلمانی است از ولایت فرا به مرکز انتقال نیافته که هنوز در فرا انتخابات جریان دارد؟ بله، ما برای شما بگم اول خو شما به جریان هستیم. بعد از انتخابات در ولایت فرا هلیکوپتر اردوی ملی سقوط کرد که در از او مواد اساس انتخابات ولایت فرا که ریزل شیتا بود و 100% مواد اساس و 60% بایومتریک اینا از بین رفت. اما بازم با همین اساس وقتی که اینا از بین رفت ما به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسما شکایت درج کردیم هم به فرا خب هم به کابل. این موارد کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردن و پذیرفتن که آرای چندین مرکز در این هلیکوپتر از بین رفت. باید اینجا کمیسیون انتخابات، کمیسیون انتخابات مرکزی در کابل برای مردم فرا، برای نامزدهای فرا جوابگو باشه که چرا به کدام اساس شما نتایج ابتدایی ولایت فرا را اعلان کردین. تنها مورد سقوط هلیکوپتر نبود، در فرا بسیار تقلبات گسترده صورت گرفت در ولسوالی های مختلف. در 7 ولسوالی ولایت فرا اصلا انتخابات نشد، اگر شدم یا از 7 ولسوالی 11 رای آمد. اما یعنی این همه موارد شما بر اساس چی میگین؟ آیا مدرک و اسناد کافی در این ارتباط در اختیار شما هست و به کمیسیون شکایت انتخاباتی هم سپردین؟ من یک چیز میگم، اسناد و مدرکی که کاندیدای ولایت فرا در نزد خود داره فکر نکنم که در هیچ ولایتی از افغانستان ولایت های دیگه داشته باشه. خب اگر قرار باشه که اسناد و مدارک کافی وجود داشته باشه که کمیسیون شکایت انتخاباتی تعهد سپرده که این نتایج ابتدایی که اعلان شده قطعا قابل تغییر است و اونا این اسناد بررسی میکنن. بله، ما دیروز ببخشید روز دوشنبه ما همراه آقای آریایی ما یک نشست داشتیم. ما تمام اسناد که داشتیم، اسناد که به حساب تقلب گسترده در ولایت فرا کشیده بود به خصوص در 3 ولسوالی ولایت فرا، مثلا در یک ولسوالی فرا نیروهای ناتو، نیروهای امنیتی افغانستان اونجا رفته نمیتونه اما اونجا انتخابات برگزار میکنه. در ولسوالی بالا بلوک در منطقه شیوان از مرکز فرا تا به درای فرارود که شهرهای کابل و هرات است مردم عادی نمیتونه اونجا بره. نیروهای امنیتی خب به هیچ عنوان نمیتونه. یک خودم که کاندید هستم اگر هرات کار داشته باشم باید با پرواز بیام کابل، بیام از کابل باز برم هرات، از هرات بیام کابل، کابل برم به فرا برم. هیچ کس نمیتونه. اونجا چطور انتخابات شد؟ در من اسنادی هم دارم که در فرا بدون از یک تال انتخابات جریان دارد تاریخ 27 و 29 میزان هم انتخابات شده که تاریخ 19 اکتبر و یعنی اینه بر اساس کدام اسناد سیره میشه که نشان بدین؟ بله، که همکارای ما هم نزدیکتر بسازن. بله، من اسناد برای شما نشان میدم. انتخابات فرا، انتخابات افغانستان در 20 اکتبر بود اما در ولایت فرا این اسنادی است که ما بعض یک ولسوالی هست که اونجا ما رأی را که دوباره شمارش کردیم ناظرین ما دیده که تاریخ 21 اکتبر ساعت 1، 21 اکتبر ساعت 1 این رأی استعمال شده. یعنی تاریخ 21 و تاریخ 19 یعنی در یک بلوان یک نمونه است. بله، و یا این که از این موارد بیشتر هم نه موارد بیشتر داریم. این از یک بلوسوالی است، این دیگه بلوسوالی است و در یک بلوسوالی دیگه
شما ببینید صندوق ها باز است. خب امیر کامران، صندوق ها باز است. داخل قماندانی امنیه ولسوالی رأی ها اونجا شمارش میشه. وقتی که از سایت انتخاباتی اینا را انتقال داده، ناظرین گفته که حتی صندوق ها را چرا بسته نکردن، گفته وضعیت خراب است، اوضاع خراب است، ما زودتر میریم داخل قماندانی. اینا هر کار کردن داخل قماندانی کردن. از اینا که ما میگیم، ما چند وقت پیش کنفرانس خبری داشتیم، به تمام رسانه ها شریک ساختیم و این اسناد و مدارک به کمیسیون شکایت کردیم. ما ویدیو داریم، تنها با عکس اکتفا نمی کنیم، ما ویدیو داریم. و یک چیز دیگه، ما اسناد از یک ولسوالی تمام آرایش کمیسیون سم شکایات ولایت فرا و امرای امضای کمیشنر است و او اسناد دیگه هم نزد ما هست که رأی های همه ولسوالی را باطل اعلان کرده. کماندان امنیه، مدیر امنیت و دی اف سی یا آمر انتخابات همه ولسوالی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده. اما جالب این است که وقتی کمیسیون انتخابات مرکزی انتخابات فرا را اعلان کرد، یک رأی باطل نشده بود. یعنی در کل فرا با این تقلبات زیاد که سایت ها از جای به جای دیگر انتقال شد، طفل ها رأی دادند، به جای خانم ها در یک ولسوالی طفلا رای داد، اینا را باطل نکرده. تمام رای اصلا تشکر. یک رای از کاندیدای فرار را کمیسیون انتخابات باطل اعلام نکرده، چیزی که بود اما کل چیز تشکر بود. برای تشکر بیننده های گرامی، یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. به ادامه برنامه انتخابات 97 از خورشید خوش آمدید. آقای اصغری، آنچه که آقای فراهی به عنوان یک نمونه مثال ارائه کردن، اسنادی که در اختیار دارن نشان میده در اینجا که در جلسه 23/8/1397 کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت فرا آرای یک مرکز در ولسوالی اناردره عملا باطل اعلان کرده، اما اینا گفتن که کمیسیون مستقل انتخابات چنین مورد را نپذیرفته و آرا را حساب کرده. این به عنوان یک نمونه است. تصامیم دیگه در سطح بسیار کلانش وقتی کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفت، کمیسیون مستقل انتخابات نپذیرفت، که بحث ابطال آرای کابل هم یک نمونه ازی است. پس فکر میکنین که با این بازشماری میتونه قناعت کمیسیون شکایات انتخاباتی را فراهم بکنه؟ ما فکر میکنم کمیسیون شکایات انتخاباتی مخصوصا دفتر مرکزیش جایگاه قانونی که داره که بر تامین عدالت و مشروعیت پروسه ای وظیفه اصلی شد به نیست محکمه انتخاباتی. کمیسیون ای که کمیسیون نمیپذیره، کمیسیون هم خود اعضای کمیسیون هم میتونه مورد پیگرد قرار بگیره. چرا؟ کمیسیون فیصله قانونی را وقتی که رد میکنه، قانون کسی نمیتونه که بگه که من ردم میپذیرم. اصلا با ابطال آرای کابل هم فیصله غیر قانونی نبوده، اما کمیسیون انتخابات خب در اونجا مداخله چون حکومت صورت گرفت. متاسفانه همیشه کمیسیون های انتخاباتی فرصت برای مداخلات نظام مساعد میسازه. خب اما باز هم نهادها هم خواست، با وجود که احترام داشت به تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی، خواست نماید کمیسیون شکایت همی بود که اگر قبل از اینکه به ابطال عمومی رفتین، یک مرتبه ابطال مرحله ای را شروع میکردین. امو مراکز که واقعا در تقلبات مشهود وجود داره، اول او را باطل میکردین، بعد از او موارد را که در مراکز که یک سلسله شکایت ها وجود داشته او را بررسی و اگر موارد که طبق طرز العمل به ابطال میرفت او را ابطال میکرد. خب از نظر قانونی آقای اصغری، حال بحثی که معاون رئیس جمهور آمد در امیر روند مداخله کرد زیر عنوانی که پادرمیانی میکنه به خاطر تفاهم دو کمیسیون و بحث زمینه سازی برای تجدید نظر در قسمت ابطال آرای کابل فراهم میکنه، اینجا دیگه جایگاه حقوقی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی زیر سوال نمیره و تصامی میره که میگیره بر مردم باز قابل قبول میباشه؟ واقعا در اون جلسه که بود، یکی از گپ‌هایی که ما بر کمیسیون شکایت گفتیم این بود که اگر شما با این تصمیمتان متزلزل بودین، خوب بود قبلا مشوره ها را با نهادهای ناظر میکردین، که ما مشوره میدادیم که به این سیستم پیش برید تا اینکه فیصله نهاییتان باز دوباره تحت فشار، با وجود که اونا گفتن تا فعلا ما قبول نکردیم، نه ابطال ما در جای است، ما بررسی خود میکنیم، اما اگر دیدیم که کمتر از این بیشتر از 50% به ابطال میرفت، واضح است که طبق قانون صلاحیت داره که مکمل آرای اوزه را به ابطال کنند.
خب تنها یک مورد نیست، آنچرا که کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی بر رسانه ها گفته، ولایت دیگی هم بحث ابطال مطرح است، مثل ولایت فرا و میدان وردک هم اعلام نشده. فرا، میدان وردک، مثلا بغلان، قندوز، حتی بدخشان بود. متاسفانه یک مشکل جدی که وجود داره، کمیسیون شکایات انتخاباتی متاسفانه تلاش داره که نتایج ابتدایی را بر شکل که باشه اعلان بکنه، تا ای که امو کمیسیون شکایات انتخاباتی را با کاندیدهایی که در فهرست ابتدایی آمدن مواجه بسازه و کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک تقابل با کاندیدها بالاخره خود کمیسیون انتخابات پای خود از اون تقلبات که مسئول مدیریت کمیسیون انتخابات است پای خود از او بکشه. خب در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات استدلال و دلیل را که مطرح کردین است که تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را اعلام نکرده، با این اساس تصمیمی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته غیر قانونی است و در صورتی که نتایج ابتدایی اعلامش تمام شود و کمیسیون شکایات انتخاباتی بحث ابطال ولایت‌های دیگر مطرح کنه، در روز همون قابل قبول برشان خواهد بود؟ هیچ اصلا نه هیچ کدام مواد قانون و هیچ کدام استاندارد وجود نداره که قبل از اینکه کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی اعلان بکنه کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت نداره. کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از روز انتخابات هر وقت که متوجه شود که چون در هر مرکز نمایندهایشون وجود داره، متوجه شود که در یک مرکز تقلب گسترده وجود داره و آرای از او مرکز طبق امو تزلمل میتونه به ابطال بره، در هر لحظه میتونه کمیسیون انتخاب شکایتی صلاحیت داره که به ابطال ببره. تشکر آقای فرایی. ولایت فرا هم در جمله امو ولایت هاییست که آرایش ابطال شده و هنوز هم اعلام نشده. خواست شما به عنوان نامزد مجلس نمایندگان از ولایت فرا چی است؟ یعنی میخواین که ابطال شوه با این که مثل آرای حوزه کابل باید وارد یک مرحله بازشماری و تفتیش بره؟ نه، ما می خواهیم که آرای فرا کلا ابطال شود، به خاطر هزی که هیچ مدرک برزی نیه که ما بتونیم آرای سیاه و سفید از هم جدا بکنیم. ریزل شیتا کلا از بین رفته، مواد اساس از بین رفته، بایومتریکا از بین رفته. همین کمیسیون انتخابات از روی چی باید اعلان کنه؟ نظر می است که انتخابات فرا، کل آرای فرا ابطال شود. و من چند نمونه دیگر بگویم. در ولایت فرا تنها اینی که یک گل سوئلی امی کار شده، در ولایت فرا یک سایت که جایی که جی پی اس میشه اجازه نیست که 10 متر ما اورا و طرف ببریم انتخابات کنیم، اما 10 کیلومتر دو سایت در یک گلسولی برده شده، جایی که دل از اونها خواسته اونجا انتخابات برگزار کرده. در ولایت فرا معلمینی که ترنینگ دیده بود، دستگاه های بایومتریک، بیشترین از اونا در صوبه که انتخابات از شب اونا از اونا جلوگیری کردن که نرن به سایت های انتخاباتی کنا معذب شده بوده، چیره های کسایی نروان کرده. خب در این قسمت جریان های سیاسی و یک شمار بزرگ از نامزدان معترض استدلالشانی است که باید آرای بایومتریک شده معیار قرار داده شود و که این امر میتونه آن چیزی که شما به عنوان تقلب اشاره کردین از جلوگیری بکنه. بله دقیقاً. یعنی شما هم میخواین که معیار بایومتریک باشه؟ بله، معیار بایومتریک باشه، رأی های سیاه سفید جدا بشه، ما بازو هیچ مشکل نداریم. وقتی که هیچ موجود نیست، ریزل شیت که سوخته دوباره، ما رفتیم پیش رئیس کمیسیون خود انتخابات، پیش آقای سیاد رفتیم، او یک رقم برای ما جواب داد که یعنی بایومتریک هیچ بوده. خب اما گزارش هایی که به رسانه ها میتن میگن که 90% آرایی که در ولایت ها استفاده شده بر بنیاد بایومتریک بوده، بایومتریک شده. وقتی که بایومتریک نباشه، ما در ولایت فرا زیر سن هم که بوده رای داده به کس، یک چیز دیگه در ولایت فرا کسایی که برای تقلب چند تا تذکره آماده کرده بوده، در روز انتخابات تذکره هست از فرا، ولی کسی که رای داده او هست از بغلان، او هست محصلین بودن، او هست از قندوز، او هست از جلال آباد که همیتو گرفتار شده، امنیت ملی گرفته. در فرا بسیار تقلبات گسترده بود که حتی امنیت ملی که شما همه افراد که گرفتین بردین، همینا چکار شد؟ همینا را آیا با همون کسا، همون نامزدهای ناظرین که بود، شما دوباره به زنها همین راپور خورد دادیم که همینا کی بود، چی رقم بود، چی رقم رای داد؟ در فرا یک انتخابات یک مهندسی شده بود، در یک قریه گینکان 2 کیلومتر از شهر فاصله داره، مردم شهر، نامزدا
بارها به کمیسیون انتخابات، بارها به شورای نظامی فرا گفتیم که 2 کیلومتر امیره بیارین نزدیکتر در منطقه باغپل که همین مردم از رای بتونه از رای خود استفاده کنه. اما اینا همین کار 2 کیلومتر نکرده، تا لحظه آخر بر ما گفتن کنج انتخابات میشه، اما در دقیقه 90 گفت کنج تهدیدات امنیتی است، ما نمیتونیم اونجا انتخابات برگزار کنیم. ولی در یک گلسولی 10 کیلومتر صندوقا را آوردن اونجا انتخابات برگزار کردن. تشکر آقای اصغری، شما عملا از جریان بازشماری و از جریان کار کمیسیون مستقل انتخابات بدون شک که نظارت دارن. با مواردی را که آقای فاریابی اشاره کردن و گزارش هایی که از ولایت های دیگه وجود داره که میزان بسیار بلندی از تقلب و تخلف نشان میده، در این صورت فکر میکنین که با این مکانیزم چند بعدی که در روز انتخابات استفاده شد کمیسیون بتونه که واقعا آرای سفید از سیاه جدا بکنه؟ اول خب کمیسیون انتخابات ما تا چند قبل ما به این فکر بودیم که میخواهیم برای مدیریت بحران کار بکنه بازشماری، به خاطر از این که مشکلات پروسه را رفع بکنن و آرای پاک اما گزارش هایی که وجود داره این روند خودش فساد زا بود. اما بعد از این، بعد از نظارتی که ما داشتیم، بعد از وضعیتی که در ولایت های مختلف نازید ما گزارش میده، به این نتیجه رسیدیم که اصلا کمیسیون انتخابات مدیریت فساد میکنه، یعنی فساد را که در روز انتخابات کارکنای کمیسیون انتخابات انجام داده او را میخواهد به شکل مدیریت بکنه که سر و صداها را خاموش بسازه و بالاخره این اسناد خود اونا تکمیل بکنن، نه اینکه آرای پاک و ناپاک جدا بشه. تقلبایی که در روز انتخابات صورت گرفته او را قانونمند میسازن. او را قانونمند میسازن، مثلا در جایی که اگر دیدشید به صورت درست در او صندوق وجود نداره او را میکشن بعد دوباره به شکل درست میسازن. در جایی که فهرست رای دادن درست نبوده او را میخواین درست فهرست رای دادن که هرگاه در چون بعد فرصت اندک است آقای اصغری، اگر به عنوان جنبندی بگوین که اگر کمیسیون مستقل انتخابات بخواد کمی بحران مدیریت بکنه و یک نتیجه نسبی قابل قبول بر مردم افغانستان اعلان بکنه چی است؟ او فقط شفافیت در پروسه است که امروز دیر و سرد میکانیزم تفاهم کردن که نهادهای ناظر باید ناظرینشان در محل در بازشماری کابل مخصوصا اضافه شود که 5 ناظر بر ما گفتن دوج باشه، اما امروز وقتی که ناظرین ما دوج مراجعه کردن برشان اجازه نداد. یعنی شما فکر میکنین که شفافیت یک تعریف مشخص پیش کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه؟ شفافیت برای پیش کمیسیون انتخابات تعریف مشخص ما برشان دادیم که شفافیت یعنی چی، ما طرح برشان دادیم که شفافیت یعنی چی، حتی میکانیزم برشان دادیم که چی گونه میتونن بازشماری انجام بدن، اما متاسفانه در پیشروی قبول میکنن، در عمل اونها انجام نمیتن. خب با موردی که آقای فرایی اشاره کردن معلوم میشه که بحث شفافیت در روند مد نظر گرفت نشده. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات ادعا میکنن نتایج ابتدایی پس از بررسی همه جانبه و جداسازی آرای پاک از ناپاک اعلام شده، اما این مورد میشون میده که آرای پاک از ناپاک جدا نشده. واضح است، من پیشتر هم گفتم که کمیسیون مدیریت بحران نمیکنه، مدیریت نمیکنه که آرای پاک ناپاک از هم جدا کنه، بلکه مدیریت فساد میکنه تا که اسناد خود تکمیل میکنه، بالاخره نتایج انتخابات تمام ولایت اعلان میکنن. پس تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه فکر کنین کارساز باشه؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی باید از مخصوصا در برای اعتراضات باید از رسیدگی بکنه به تمام موارد. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان. بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده پارلمان 97 بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.